کلاس‌های درس برخی مدارس هنوز به طور کامل باز نشده، به قرنطینه 14 روزه رفتند. با اطلاع گروهی دانش آموزان در 3 استان مرکزی ترکیه پس از بازگشایی رسمی مدارس از 1 هفته پیش، وزارت بهداشت ترکیه قصد دارد به طور مداوم از دانش آموزان آزمایش کرونا بگیرد. اما اینکه تا پایان نخستین ماه سال تحصیلی چند مدرسه دوباره تعطیل شوند معلوم نیست. از حضور فرزندانم در مدرسه احساس نگرانی دارم، اما از درس و مشق هم خیلی عقب افتادن. پس از اجرای واکسیناسیون و لغو بیشتر محدودیت‌ها، اکنون 56 استان ترکیه بر اثر انواع جهش یافته های کووید 19 به سمت کبودی کرونایی پیش می رود. بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه بیشتر مبتلایان به سویه دلتا، دلتا پلاس و اخیراً سویه مو هستند. هرچند بیشتر شهروندان ترکیه حداقل 1 دوز واکسن کرونا را دریافت کردند، اما جولان گونه های جهش یافته جدید بعضاً از نوع واکسن گریز آمار فوتی ها را در طول یک شبانه روز همچنان سرغمی نگه داشته است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.